امشب همتون بخیر هموطنان عزیز، امید دارم که صحتمند باشین و خوش آمدین به برنامه سراچه امشب ما که جمعه شب ها از طریق تلویزیون طلوع نشر میرسه. حسنا رحیمی هستم، یک ساعت با شما میباشم با مهمان عزیزی که در کنارم دارم امشب و شما امشب چهره ای را میبینین که سنن چندان کلان نه، ولی تانسته که در پست های بسیار مهم کار بکنه و کارهای بسیار خوب کرده که امشب قرار است رویش بحث بکنیم. شما میشناسینش، کسی را که امشب دربارهش صحبت خواهد کردیم و زندگی شخصی و زندگی کاریش به تصویر میکشیم، نرگس نهان نام دارم. کسی که مدتی نامزد وزیر معادن و پترولیم بود ولی به دلیل استعفا کرد که رویش بحث خواهد کردیم. خوش آمدین خانم نهان. تشکر بسیار زیاد. اولتر از همه سلام و احترامات حسنا جان به شما تقدیم میکنم، به دستاندارکاران محترم تلویزیون طلوع و بینندگان محترم عزیز در این تالار و خارج از تالار و با امید از اینکه همگی یک روز خوش سپری کرده باشید. تشکر بسیار زیاد. صحت شما چطور است؟ خوب هستید؟ تشکر، فضل خدا بسیار خوب هستم. معلوم میشه نام خدا سر حال تر و تازه هم تو. زنده باشین. یک در کشوری که مردم به خاطر گرفتن یک پست عالی رشوه میتن، کسی را واسطه قرار میتن، راه های بسیار دیگه را انتخاب میکنن برای اینکه بتونن یک وظیفه را بگیرن. شما چرا از وزارت استعفا کردین؟ خب وزارت شاید برای اقتدار هدف باشه که باید وزیر شوند. بر من هیچ هدف نبود. بر من یک وسیله به خاطر خدمت به مردم بود، به خاطر کار بود و به خاطر آرمانی که بر مملکتم داشتم. تا روزی که فکر میکردم که بهترین وسیله بود و از طریق من میتونستم خدمت بکنم و مؤثر باشم، کار کردم. روزی که احساس کردم که نمیتونم به اندازه‌ای که فکر میکنم و توقع میکنم مؤثر باشم، گفتم خوب خوبتر است وسیله های دیگر تجربه کنیم. دلیلش همی بود؟ فقط دلیلش همی؟ دلیلش همی بود. باز دیگه انشاءالله به تفصیل دلا بلا صحبت در جریان برنامه گفت بزنیم. گفتم در پست های بسیار مهم کار کردین. از جمله پست ها؟ خب از تقریبا از 1999 کار شروع کردیم و از بین 1999 تا 2002 در اوایلش ما در پاکستان کار میکردم و با تغییراتی که در افغانستان آمد اونا بسیار علاقمند بودن که دفتر صحاوی خود در افغانستان افتتاح بکنن. باز این وظیفه رو برام دادن و برام هم بسیار جالب بود، خوشایند بود که بیایم بارزی قدر وقت طولانی افغانستان رو ببینم، فرصت ها رو ببینم چی هست. آمدم امروز اینا همکاری کردم، دفتر خود ایجاد کردن و در عین زمان که دفتر خود ایجاد کردن در لابلا ما هم دیدم که در کجا امکانات کاری وجود داره. یکی از پروژه های UNDP که مستقیم امرای حکومت کار میکرد، امرای برازنا ریزی خدا دادم، باز از طریق از اونا کار شروع کردم. اول به حیث یک مسئول امانگی یک دفتر که مسئولیت امانگی و انسجام کمک ها بر افغانستان بود که او وقت هم ایجادش کرده بود رئیس جمهور در وقت دکتر سبشت افغانی، امرشان کار شروع کردیم و بعدا وزارت مالیه رفتم رئیس خزائن شدم، بعدا رفتم پنتون کابل سرپرست معاونیت مالی و اداری شدم، بعدا وزارت معروف به حیث مشاور ارشد مالی و داری بر دو سال کار کردم، امرای وزارت امور زنان یک چند ماه کار کردم و در قسمت قیمت گذاری یک برنامه ملی شنم را شنم کاری کردم. یک همکاری بسیار مختصر امرای وزارت کار امور اجتماعی داشتم. بعدا احساس کردم که یک تغییر میخوایم روند کار ما بدم. باز اون بود که تصمیم گرفتم که در جامعه مدنی همکاری شروع بکنم. یک مؤسسه به نام برابری برای صلح و دموکراسی ایجاد کردم و تقریبا 5 سال مصروف بودم تا گروه پای استارا کردیم، کار کردیم، سیستمایشون درست کردیم. باز در شروع سال 2014 بود که حکومت وحدت ملی روی کار آمد و از او وقت تا وقتی که استعفا دادم همکاری امرای حکومت وحدت ملی داشتم. بسیار خوب. امو گپ از در جایی که شما کار کردین جای پیسه بوده؟ البته نیست؟ تقریبا سرکارتان با پول بوده. به خاطر از اینکه مستری خود در بخش مالی گرفتیم خلاص دیگه، در مسائل مالی و حسابی کتابی خوب هستم. چی کارها و چی شهکاری های در وزارت کردین خانم نهان؟ وزارت معدن یک وزارت بسیار زیاد مشکل است. از جمله وزارت هایی است و سکتورهایی است که از سال 2002 تا بال اصلا دست نخورده. ما وزارت هایی داریم مثل وزارت مالیه، وزارت معارف و دیگه وزارت ها که یک اندازه وزیرای پر کار آمده بودن و یک اندازه توجهی که خود حکومت و جامعه بین‌المللی داشتن، یک سلسله اصلاحات و سیستم سازی روی دست گرفته شد که یک اندازه نتیجه داد، اما حداقل سیستمشان رو به کار شد. وزارت معدن از جمله وزارت هایی بود که اصلا دست نخورده بود، برنامه اصلاحات اصلا در اینجا روی دست گرفته نشده بود و ما که رفتم کار شروع کردم، باید از صفر که میگن از صفر شروع میکن.
کردم و جالبی است در پلی ازی که وزارت خودش هستنش کدام امکانات کمک مالی پروژه و سیستم نداشت و تیم نداشت. در عین زمان تقریبا اضافه تر از دو سال میشد که از وقتی که سبا صاحب استعفا داده بودن وزارت سرپرست یا وزیر هم نداشت و مسئولیتش معین مالی و اداری که در عین زمان که مسئولیت خود پیش می برد سرپرستی وزارت هم میکرد. کارم دشوار و اولین خبر را که برام رئیس جمهور دادن گفتن که وزارت برام وزارت معدنم را یک چند انتخاب دیگر دادن گفتن به کدام شلاقه مندی داریم. باز من خنده کردم گفتم معدن نمیفهمم. گفتم سر یک سکتور جالب است حداقل به خاطر از یک پروسه اصلاحات شروع شوه من علاقه مند هستم که وزارت معدن برم. گفت وزارت معدن برات میتم به یک شرط تعمیر نمی داشته باشه با سر تعمیر جنجال نکنیم. من خنده کردم گفتم بتین وزارت بی تعمیر برم. دیگه اولین چالش ما این بود به وزارت معدن پیش از خود معرفی شم باید جای پیدا میکردم و از اونجا کارو شروع کردیم. اما روزی که استعفا دادم بسیار خوش هستم که چند این دستاورده ای که حداقل پروسه اصلاحات در وزارت شروع کرده و ما متعقن هستم که همکارای ما که امروز در وزارت معدن هستن اونا رو دوام میتن. ما امروز در سکتور معدن یک نقشی را داریم که در طویل مدت ترسیم میکنه که ما چطور سکتور رو میتونیم انکشاف بدیم. ما امروز قانون معدن و قانون هیدروکاربن داریم و در این زمان مقررایشان داریم که این هم چارچوب حقوقی که برای یک سرمایه گذار بسیار زیاد مهم است امروز برشان ترسیم میکنه که در چین و چارچوب حقوقی بر خاطر سرمایه گذاری در سکتور در افغانستان وجود داره. یک تیم بسیار فضل خدا خوب و با ظرفیت با تجربه با تعهد که یک تعداد زیادشان جوان هستند ما تونستیم استخدام کنیم به سطح معینیت به سطح ریاست که اینا بیاین و پروسه اصلاحات در وزارت شروع بکنن. بسیار خوب. وزارت دارای تشکیل نو است که تشکیلش در مطابقت با اولویت هایش است و مطابق به قانون جدید معدن است. ما مکمل سیستم قراردادها و جمعوری عواید وزارت کامپیوتری ساختیم و تمام قراردادهایی که در 10 سال گذشته در وزارت امضا شده بود ما تونستیم که تمامش به یک پورتال شفافیت ارتباط بدیم که هر کسی که علاقه مندی داره بفهمه که در سکتور کی سرمایه گذاری کرده چی نکرده چقدر عواید سکتور داشته و پروژه هاش در کدام ولایت هسته میتونن به پورتال شفافیت برن و تمام معلومات بگیرن. این فقط خلاصه از چند کارهای عمده بود که در وزارت مورد استفاده میکنن. پاورجاست کار دارن کروش کار است که پیشرفت کرده. بسیار خوب. در جریانی که ما خودت صحبت میکردیم خانم نهان تصویری را که آقای دانش شما را معرفی کرده به وزارت امو به چشمم خورد دوارش کم بگوین امو روزه روز بسیار جالب بود. در این زمان که فامیلم و دوستایم همه بسیار زیاد هیجان بودن و بسیار خوش بودن و تقریبا 3 یا 4 شام جلسه گرفتن که ما چطور بتانیم که یک برنامه بسیار خوب و پرشکو برای خود داشته باشیم که خورت معرفی کنیم در وزارت. به خاطر که بر فامیلم بسیار زیاد جای خوشی بود و بر دوستایم هم تعداد زیادشان باز ما خنده کردم گفتم نه ما میخوایم که یک کمک فرهنگ تغییر بدم. گفتن چی میکنی؟ گفتم ما میخوایم که بسیار خلاصه برم معرفی شوم. اما باز گفتم روزی که من از وزارت برآمدم ما خواهش میکنم کم تا نوروز به نمرای مستاده شاین برام یک برنامه بگیریم. باز ما خود برنامه رو بسیار خلاصه گرفتیم یک تعداد بسیار محدود ما اون سه به دوم رفته بودن و فکر میکنم نهایت 4-5 نفر دوستایم رفته بودن ما رو معرفی کردن و در رسانه بسیار پوشش خبری خلاصه داشت. این تصویرتان پذیرایی است یا خداحافظی از روز پذیرایی؟ روزی که خب وقتی که ما در وزارت معدن معرفی شدم تقریبا 8 تا 9 ماه بعد ما تونستیم به پارلمان به خاطر گرفتن رای بریم. خب ما مهمدار یک سلسله اصلاحات و برنامه یا روی دست گرفته بودم که یک تعداد نمایندگان محترم مردم مایی ساخته بود که امو همکاری ده که میخواستن کمرای ما وای سرپرست و یا وزیر وزارت معدن داشته باشن نمیتونن داشته باشن چون ما زیادتر تمرکز بالای سیستم سازی میکردم و بالای پروسه ها میکردم و مرتباطات شخصی کنه علاقه من بودن ممرایشون نمیتونستم داشته باشم. باز مهمدار وقتی تمام برنامه ویار گرفتیم 12 کاندید رفتن و همگی برنامه خود معرفی کردن در پارلمان. باز اینا برای همگی کاندیدا که 11 نفر مرده بودن رای دادن برای ما رای ندادن لطفشان است. باز وقتی که اینا رای ندادن من دیگه وزارت نرفتم به خاطر قانون دیگه ما سرپرست نبودم چون پارلمان برای ما رای نداده بود. پیشنهاد خود روان کردم برای سیب جمهور و گفتم که ما خب به خاطر رای نگرفتیم از پارلمان به او خاطر شما یک سرپرست معرفی کنید که ما برنامه کاری که دارم برشون تسلیم بکنم تا اونا کارا رو دوام بدن چون برای من فرهنگ انتقال مسئولیت بسیار زیاد مهم است. باز اونا رو گفتم اونا نشته کردن که تا وقتی که ما یک سرپرست وزیر مناسب پیدا کنم خودت به وظیفه فعلی دوام بدی. باز وقتی گفتن دوام بدین کپی از این مهمدار برای همکارا به وزارت رسید که بسیار زیاد متاثر بودن بسیار زیاد جگرخون بودن
که اونا فکر میکنن که برای اولین بار است که یک پروسه اصلاحات شروع شده و یک کسی که امرایشان گام به گام کار میکنه و بسیار تفاوت کم بین خود از میبینن در وزارت آمده بود. باز امروز بود که وقتی که من طرف وزارت رفتم تمامشون لطف کرده بودن یک برنامه گرفته بودن به خاطر از اینکه مرا باز استقبال کنن خوش آمدید به وزارت بگویم. خب بسیار عالی بسیار عالی. دلیل رای نگرفتن تون در پارلمان چی بود که از بین 12 نفر 11 نفر رای گرفت شمالی؟ خب باز جالب که یک خانم رای نگرفت 11 مرد رای گرفت. یک اندازه در ایج مسئولیت خانمایی که در پارلمان هستن باید بگیرن به خاطر که اونا هم کاری که ضرورت بود امرای ما نکردن. حتی برای یک تعدادشان ما پیشنهاد کردم گفتم ما چون یک کاندید زن هستم و شما خودتان و بسیار جالب بود که خودشان برای می گفتن ما برای رای میتیم خودگاه برای رای نمیته. ما گفتم ما 300 نفر رک میدیم کلشون همی گپ میزنن ما برای رای میتیم دگاه برای رای نمیته. گفتم که اگر شما یک برنامه روی دست بگیرین و بگوین که ما برای 11 مرد بساس از رای میتیم که شما هر کدامتان مردا یک رای علنی برای زمی یک کاندید زن کسب بتین. و جالب بود که یک تعداد خانم ها گفتن که نی کار درست نیست ما ایره نمیتونیم بکنیم. گفتیم خب درست هستم. بعدا ما تقریبا وکیل سایبار همگیشان دو بار در خانهشان دیدم. رفتم و برشان برنامه خود تشریح میدادم. اما برشان میگفتم که این برنامه است نیم اصلاحات است ما به نیم سیستم پیش میرم. باز بعدن وقتی که رفتیم برای گرفتن رای تصمیم گرفتن که رای به من نتن. چند رای موافق گرفته بودیم؟ یک 106 رای گرفته بودم فقط 6 رای کم شد که بتانیم که کامیاب شد. از 300 نفر. آه بلیان. باز به هر صورت کار خود به عیس سرپرست به وزارت دوام دادم. و ام اصلاحات که بود او رو ما تانستیم که خوبتر به سرعت پیش بریم چون یک تعداد زیاد وکیل سایبا دوستای ما هستن از ما خفا مال هستن یک تعدادشان وقتی که میگفتن ما میخیم بیم ببینیم تو در وزارت هم رایت گپ بزنیم و ما مکلین ما هسته و ما در کار یک رقم کار بند میشه به وزارت. من خنده کردم گفتم دیگه شما چون برای ما رای ندادین کارتان بیایم میکنیم اما از ما دیگه خواهش کسی نداشته باشه بالای ما هیچ کدام حق ندارین. اون مورد اصلاحات بیزارد کمک کرد. یک موضوع همیشه هست خانم نهان میگن که وکلایی که در پارلمان هستن البته همشان منظور ملیس نامزد وزیرا معمولا پول برشان میتن وعده و وعید برشان میکنن اینا که باز برشان رای میتن اینگه حقیقت داره؟ یعنی شما در جریانی که با 300 نفر وکیلی که دید و دید کردین اما چه چیز را مشاهده کردین؟ ما به چشم خود چی دروغ بگیم ندیدم اما ما شما در افغانستان زندگی میکنیم کل ما جز زمین جامعه هستیم این مملکت هستیم و بسیار خوب میفهمیم که چی میگذره ما دیگه چی برتون تشریح بدم من متأکد هستم که همه گیتون از ما که خوبتر میفهمین که پارلمان ما چطور فعالیت میکنه. روی موضوع صحبت خواهد کردیم عزیزا اما بعد از یک وقفه کوتاه که داریم روی زندگی شخصی خانم نهان بیشتر بحث خواهد کردیم با ما باشه. ادامه برنامه سراچه را شما بیننده هستن. تشکر از امرایتان عزیزا. خانم نرگس نهان در استیدیو با ما هست. خانم نهان خبر شدیم به فیلم و فیلم دیدن بسیار علاقه مند بودین. خب به فیلم کی علاقه مندی نداره؟ همه گی ما علاقه مندی داریم؟ باز یکان تا بد رقم علاقه مندی داره؟ اما به فیلم موسیقی و به مستلایم ساتری سخت علاقه مندی دارم و تا به حال دارم و به می عقیده هستم که اگر ما می خواهیم که مؤثر در کارهای جدید زندگی باشیم باید یک سلسله برنامه تفریح هم داشته باشیم و دیدن شک. فیلم موسیقی و دید بازدید امرای دوستا از جمله برنامه تفریحی است که من روزم دوامش میتونم. بسیار عالی بسیار خوبی هم یک موضوع بسیار جالب بود که درباره شما فهمیدیم خانم نهان که این علاقه مندی به هنر هم زیاد دارین از اون وقت به شعر و به موسیقی هنوز هم علاقه مندی دارم و ما به می عقیده هستم که تغییرات عمده‌ای که در جامعه آورده میشه و مخصوصا در بین مردم آورده میشه از لحاظ فکری هنر میتونه که از بسیار برنامه های دیگه کار موثرتر باشه. بدون شک شما میتونین که یک پیام بسیار به مقبولی به یک به خوبی امرای یک پارچه آهنگ مقبول بر مردم تشریح کنین نسبت به اینکه برش یک کتاب بخونین. بله. و همیشه وقتی که از مردم از احساساتشون گپ میزنین از وطن پرستی گپ میزنین از صداقت گپ میزنین از تصوف گپ میزنین از ارتباط انسان با انسان انسان با طبیعت انسان با خدا گپ میزنین هنر بهترین وسیله ارتباط میتونه باشه. بدون شک امروز ما موافق هستم. در خانواده کی زیاد رفیقت از خانم نهان؟ خانواده خب فضل خدا همگیشون رفیق هستن چون نام خدا یکی مفامیلی کلان هستیم اما در این زمان
نقش بسیار خوب را که مادرم بازی کرده که همیشه ما را متوجه ساخته که ما باید همراه یکی دیگه صمیمی باشیم و همیشه نزدیک به یکی دیگه باشیم، یکی دیگه را درک بکنیم، چون بر مادرم به حیث مادر ما بسیار زیاد مهم بود که اولادش یک صمیمیت داشته باشم دیگه، و پدرم همچنان بسیار یک نقش مهم دیگه داشتن. به خاطر همیشه زیادتر وقت که میشتن مرتشو به این میکردن که باید نزدیک باشیم، صمیمی باشیم و یکی دیگه را درک بکنیم نسبت به اینکه یک رقابت منفی داشته باشیم، و او کمک کرده ما در این زمان باز یک تی همگیشان خواهر و برادر هستن، باز یک تی دوشان در این زمان رفیق هم میتونن باشن. خواهر خوردم بسیار رفیق هستن، خواهر بزرگم بسیار رفیق هستن، کم و امراض هستن، درکم میکنن و برادرم هستن، دیگرایشان هم هستن، اما باز امرای از اینا یک اندازه به عیس یک رفیق، چون به خاطر که اینا در بیرون هم کار میکنن یک اندازه جامعه و مو دوستایی را که امرایشان سرکار دارن مینا میشناسن، و امرای از اینا آزادانه صحبت کرده میتونم، مشکلات خود گفته میتونم، به مستلم درد دل کرده میتونم، و اینا هم امرایم درد دل پس میکنن. بله. و برای که دیگه خوب است مشورای خوبم میتیم. از جمله همین کسایی که امرایتان رفیق هستن و دوست هستن و امراض هستن، خوارزادیتان فراموشتن شد کال گله نکنه. آه سلسله جان نام خدا خوارزادایم و برای آلک نام خدا سای برادر زده شده شیم برادر زده شیم، همگیشان دوستای بسیار خوبم هستن، امرایم بسیار نزدیک هستن. من میشه خنده میکنم میگم اینی تفاوت یک خاله و امی مجرد با خاله و امی متعل میباشه، چون خاله و امی متعل که میباشه اونا از خود معلوم داره خانواده دارن، مسئولیت دارن و زیادترین وقت و توجهش اونا میگیرن. یک خاله و یک امی مجرد که میباشه، مجرد میباشه، وقت خوب داره و میتونه که بسیار نزدیک امرایشان باشه. کمون نو ارتباط امرای خورزاده و برادرزاده ایم دارم. کی در زندگیتان خوشبختی آورده خانم نهان؟ در زندگی هر انسان اولین افرادی که میتونه که خوشبختی برشان بیاره و مؤثر باشه والدینشان هستم، پدر و مادرشان هستم. من بسیار خوب خوش هستم که دل کلان، دید کلانم و احساس وطن دوستی، احساس خدمت به وطن، به خانواده رم از مادر خود گرفتیم که خانم بسیار شجاع و در این زمان یک خانم با مصطلح بسیار قهرمان و بسیار یک دل کلان داره و بسیار سخی هستم، و در این زمان از پدرم دیسپلین یاد گرفتیم، اصول یاد گرفتیم. پدرم بسیار زیاد یک شخص با اصول بود، حتی در خانه طرز نشستن، خیستن، صحبت کردن، چای خوردن، نان خوردن ما رو پدر متوجه می بود که باید چطور پیش بریم. من بسیار خوش هستم که دوی از اینا برای من بسیار زیاد الگو و رهنمای خوب در زندگیم بودن. بسیار خوب. مادر جان یک آرزو بر شما دارن. خب بسیار خوب. مادرم نام خدا بر ما بسیار آرزوی زیاد دارم و دلیلش باز برتان میگم چرا. خوب است. میبینیم؟ آرزوی یک مادر بسیار زیاد است. فضل خدا از ما بسیارش برآورده شدم. انتظار دیگه شما هستم. انشالله تعالی به مقامای بلند برسم. خدا کنه که تا آخر عمرم بتانه که مزدر خدمت به جامعه و مردم خود و وطن خود شود. خداوند تعالی در مقام منزل بلند برسانیش. یگانه آرزوی ما همیست که خداوند تعالی نام نرگزیان به خط زرین ثبت تاریخ افغانستان بسازه. چرا مادر جان آرزوهای زیاد به شما دارند در بین اولادا؟ خب تفاوت سنی بین تمام خواهر و برادرم 2 سال است. منتها در بین هستم. با 3 سال از خواهر کلانم که خورده استم و 5 سال از برادرم که بعد از من بزرگتر استم. و در این وقفه ما تقریبا 4 سال شیر خوردیم. شیر مادرم. خب. باز همیشه مادرم خنده میکنه میگه سر خودت خود 2 حق دارم. اولادای دیگه من میگه 1 سال 1.5 سال شیر داریم، خود تا 4 سال شیر داریم، از اون خاطر حقم زیادتر هستم و بله. توقعم از پیش خودت زیادتر هسته. و من فکر میکنم چون به خاطر خودم ملاقه مندی و پشت کار دارم، به اون خاطر یک اندازه توقع مادرم از ای فامیل ما هم بلند بردن. بسیار خوب. به افتخار مادرها لطفا کف بذارید. عزیزا بازم یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه برکگشتیم روی بسیار موضوعات مهم دیگه صحبت خواهد کردیم که باعث میشه شما خانم نهان را بیشتر بشناسین. با ما همراه باشید. تشکر از اینکه همراه ما هستین عزیزا در برنامه سراچا و ادامه داره برنامه ما و جمعه شب هست طریق تلویزیون طلوع میتونین که بیننده برنامه باشین. خانم نهان، خبر شدیم که یک مریضی بسیار خطرناک را شما سپری کردین. خدا رو شکر که صحتمند هستین. اون روز چه حسی داشتین وقتی دکتر به شما گفت شما به سرطان سدیه مبتلا شدین؟ ما امرای 2 نفر، امرای یکی از دوستایم به والدیشون رفته بودیم به هندستان و فقط میخواستیم که یک چکاپ بکنم.
اما تقریبا یک هفته پیش نظر به معلوماتی که درباره سرطان سدیه که میخوام میره عامیانه تر بگویم که اما تانیزم فهمن سرطان سینه معلوماتی که داشتم همیشه چک میکردم وقت نا وقت خودم و معلوم دار یکی از موضوعات را که در راهنما میگن که میگن چک کنین اگر کدام غده غیر نرمال شما احساس میکنین در وجودتان است شما هر چی باید برین و پیش دکتر چک بکنین. در طرف چپم یک غده که تقریبا غیر نرمال بود و بیگانه بود نو بود احساس کردم در طرف چپم در سینی چپم هستم. باز تقریبا در ظرف یک هفته رخصتی گرفتم رفتم هندستان که چک کنم چی هستم و وقتی پیش دکتر رفتم چک کردم دکتر گفت خب دکتر با مجرد دید گفت آجل برو التراساوند بکن. وقتی که التراساوند کردم نتیجه التراساوند نکورد باز برمه گفت من نمیخوایم که بسیار ورخطا بکنم اما شک ما ایست که شاید سرطان باشه. پس خوب است که خودت بری آجل کرده امارای بکنی و باز بعد از امارای ما بایپسی که سمپل میگیره نور میگیریم و باز بعدا برات میتونیم بگوییم که ای سرطان است یا نیست. و کل از این پروسه تقریبا دو هفته در بر گرفت که دو هفته به حد بی‌اندازه سخت بود. یکی به خاطر از اینکه در هندستان تنها بودم، دوم بر فامیلم گفتن نمیتونستم که شک چی سرم است و در این زمان هم دوستم امرایم بود بسیار کوشش میکرد امرایم ام نظر و ام درد بود اما ام دل بود اما در این زمان برای اون بسیار زیاد مشکل بود چون مادر خود برای چکاپ برده بود و او بیچاره گای مادر خود پیش دکتر می بود گای امرای ما بود و من تقریبا برای دو هفته تا وقتی که پس آیستا آیستا تانستم نرمال شوم از خوراک ماندم از گپ زدن ماندم و بسیار یک وقت سخت تیر کردم و وقتی که کابل پس آمدم در ظرف دو الی سه هفته فکر میکنم بین 4 الی 5 کیلو وزنم کم شده بود از تشویش زیاد از تشویش و ترس و بسیار یک شاک خراب دیده بودم و باز بعدا آیستا آیستا خودم پس خود رویه دادم و گفتم خب عالی تکلیف خواه آمده اما مهمی است که امروزی مبارزه شد. خدا شکر که بخیر صحت یاب شدین. از اعضای خانواده بر اولین بار برای کی گفتین خانم نهان از مریضیتان؟ وقتی که کابل پس آمدم پیش ازی که حرکت کنم طرف جرمنی فقط بر دو برادرم بر تمیم جان و بر توفیق جان گفتم گفتم من این تکلیف دارم و باید بر تداوی خود جرمنی برم چون در خانه دختر کلان هستم و تقریبا زیادتر مسئولیت خانه را دارم مثل یک نقش نیمه مادر نیمه پدر و خواهر و برادر همگیش دارم مسئولیت دار خانه مسئولیت. باز به اون خاطر برشان گفتم که من باید برای تداوی خود برم و من نمی‌فهمم که تداوی من چقدر دیر دوام میکنه و من چی وقت پس میایم و من تا نمی‌فهمم به چی حالت من میایم دیگه وقت ازی است که شما مسئولیت زیادتر بیرین و من فامیل و پدر مادر بر شما داده میرم. باز اون وقت بود که من فهمیدن اما اونا بازم برای اعضای فامیل برای هیچ کس نگفتن من چی تکلیف دارم. اعضای فامیل من در وقتی که بر تداوی رفتم به جرمنی فهمیدن که کدام تکلیف جدی داره که بالاخره میرین به جرمنی بر تداوی اما در این زمان اونا هیچ وقت از ما پرسان نکردن چه تکلیف داشتیم ما برشون هیچ وقت نگفتم تا که پس آمدن. خانم نهان مرض سرطان یک مرض است که وقتی نام آدم میبره دفعتاً به یاد مرگ میفتن. وقتی شما به این مرض مبتلا شدین میخوایم بفهمم امو لحظه چی دفعتاً به ذهنتان آمد؟ بسیار جالب سرطان شاید یکی از امو مدلای نمونه های زی باشه که مرگ آدم در زندگی میبینه. با مجرد که دکتر میگه که خودت تکلیف سرطان داری با وجود که طبابت حالا به جای رسیده که یک تعداد زیاد سرطان های مختلف قابل تداوی است خداوند شکر است اما در این زمان آخر روز نام سرطان است یک مرض بسیار جدی و کشنده است. بر ما وقت گفتن ما مثل زمین که یک دنیا و یک پلان و یک برنامه شما دارین و یک طوفان میه که تمام زیر تغییر میده و در هم بر هم میزنه و دفعتن شما متوجه میشین که بعض چیزایی که هیچ برتون مهم نبود برتون مهم میشه و بسیار چیزایی که برتون بسیار زیاد مهم بود دیگه اصلا اهمیت نداره و می مکمل طرز دبر زندگی تغییر میخوره چون ما میشه میگیم که زندگی وفا نداره و عمر کوتاه است طولانی نیست اما این تمامش به حد نظر است. وقتی که سرطان میای او را عملا میبینی که به واقعیت می حقیقت است و او بسیار تغییرات میره و ما وقتی که پس هم از برستادی خود از جرمنی آمدم طرز دید ما درباره زندگی در قسمت خانوادیم دوستایم اولویت های زندگیم بسیار زیاد تغییر کرده چون به خاطر که ما به واقعیت تجربه کردم خودم دیدم که زندگی چقدر بی‌وفاسته و مرگ چطور میتونه که یک دفعی بیایه و بدون از اینکه کدام کنترل داشته باشین شما بفهمین میایه و تمام برنامه زندگی رو تغییر میده. میگن با دکتر صاحبه که شما را تداوی کرده بسیار رفیق شده بودین چیزهای درباره شما گفته؟
من نرگس جانم به سال 2016 از طریق گلاله جان صافی نور آشنا شدم. در وقتی بود که نرگس جان برای تداوی خود به آلمان آمده بود و تداوی بسیار سنگینی آن بود که هر دو هفته بعد کیموتراپی می شد. اما با وجود امی مریضی که داشت، با وجود تداوی که می شد، از خود هیچ وقت ضعف نشان نمیداد. از خود و همیشه یک انسان بسیار قوی، یک انسان بسیار با پشتکار که با وجود که امروزه که کیموتراپی می شد، روز بعد آدم آثار مریضی را در وجود و در سیمای نرگس جان نمیدید و این منتهای قوت و منتهای پشتکارش نشان میده. و بعد چند ماهی که ما با هم یک جای زندگی کردیم، نرگس جان نیست، یک عضو فامیل ما بود و اینما قدر یک زن خودمانی و مهربان و خوب. ما یافت میشه که اما فامیلم ایرا باعث عضو فامیل خود قبول کردن و بر ما یک جز فامیل ما شده بود و هسته. و در طول 5 ماهی که ما با هم زندگی کردیم، با تفاوت، با وجود تفاوت سنی که ما دو نفر با هم داریم، دوستای بسیار صمیمی و نزدیک با هم شدیم. ما فکر میکنم نرگس جان به هر کاری که دست بزنم میتونه موفق باشه، به خاطر که پشتکاری که ما بر نرگس جان دیدم به هیچ انسان دیگه من ندیدیم و از خداوند برش جان جور و موفقیت های بی پایان آرزو میکنم. نجیبه جان بسیار لطف کردن، وقتی که من خانهشان رفتم امرایشان معرفی شدم. شنبه شام بود که دیدیم امرای یک تعداد دوستاشون میمونی بود. صبحش گلاله جان خداحافظی کرد و مرا ماند و برام بسیار مشکل هم بود، سخت هم بود. گلاله جان رو مشناختم، رفتم امرای نجیبه جان ماندم. باز یک دوستش گفتم نجیبه جان اگه اجازه بدیم یک کمک خانه را دست بزنم، یک کمک کار بکنم که من مصروف باشم به جای زی که بیکار باشم. خنده کرد، لطف کرد، نجیبه جان نرگس جان اینی خودت، اینی خانه، هر چی که میکنی بکن. ما هم یه روز که نجیبه جان از کلینیک میامدم خانهش به من دیگر روی برش میکردم. یک روز دیزاینش رو تغییر میدادم، یک روز دیکور رو تغییر میدادم، یک روز پرده رو تغییر میدادم و یک روز تصفیه کاری میکردم. باز بالاخره برخورا برادرشان زنگ میزنم که بیاین این سایتون خالی، نجیبه جان از ببرین. و برادرش یادش بخیر نجیبه جان خنده میکرد، همیشه برای پیام میمد برای فامیل خود، باز میگفت کینی ظرفا نواز دخانی ما بیاین بگیرین نگه این نرگس سوسو مندازیش. ناشناخته است. نه دیگه امرای همگیشون بسیار لطف کردن و وقت بسیار زیاد خوب امرایشان داشتم و مثل اعضای خانواده بودیم. و روزی که ما پس طرف کابل آمدم، برام بسیار زیاد سخت بود که امرای نجیبه جان اعضای فامیلشان ما خداحافظی کردم. بسیار برام سخت بود. بله. اینقدر مرشون گرفته بودم و نجیبه جان خودش ما از این موقع استفاده کرده. باید دبرشان کم بگویم که یک خانم هستن که امسان امسال مادرم هستن. 30 سال عمر خود اینا صرف خدمت بر مردم افغانستان از طریق مسیحی که در جرمنی دارن کردن. بله. نجیبه جان جمله کسایی است که تا 2 الی 3 هفته رخصتی که در 1 سال داره دوا جمع میکنه، سمپلایی که برشان شرکت ها میرن تمام شده بایک مندازن، خودشان میاین و میرن در ماینخانه خود مفت میشینن، مردم میاید تداوی میکنه برشان، دوا رایگان میده و پس 3 هفته با طرف جرمنی میره. دیگه ما بسیار خوش هستم، بلکل ما بسیار خوش هستم که امرای خودشان و فامیلشان از ما معرفت پیدا کردم. بسیار خوب، تشکر از این که خانم نهان درباره دکتر صاحب معلومات دادین و چیزهای هم فهمیدیم. بازم نمیفهم، چون این مرض سرطان یک مرض بسیار خطرناک است. مطمئنن که همه شما دوستا وقت خانم نهان داره صحبت میکنه درباره این مرض یک رقم شاکه شده باشین که یک کسی که سپری کرده و امروز آمده از پلانای آینده خود قرار است صحبت بکنه، قرار است درباره کارهایی که روی دست داره صحبت بکنه و دیگه گپا. اما بعد از یک وقفه کوتاه بیشتر روی موضوع میپردازیم که همراهی شما دوستان هم خواهند است. تشکر از همراهیتان عزیزای دل، کسایی که در خارج از کشور هم هستن، همین لحظه برنامه سراچه را دنبال میکنن. سلام تقدیم شما هم میکنم، امیدوارم همیشه بیننده تلویزیون طلوع باشین. مطمئنن که هیچگاه احساس دوری از وطن براتان رخ نمیده. و برمیگردیم به برنامه و خانم نرگس نهان در استودیو با خود داریم. خانم نهان، چند ساله بودین که در اجتماع ظاهر شدین به کار کردن؟ خب رسما از 1999 شروع کردم که تقریبا 17 ساله بودم.
و اما در این زمان ما تقریبا از صنف 7 به بعد در پولی ازی که خودم مکتب میرفتم کورس انگلیسی ادوانس میرفتم، دو شاگرد داشتم که از طرف شمانه در خانه درسشان میدادم، کمکشان میکردم و در این زمان کورس بیگنر دم کورس انگلیسی که داشتم تدریس میکردم. بسیار خوب. به خاطر از اینکه کورس فیسش بلند بود و از لحاظ اقتصادی بر ما مشکل بود، نمیتونستم بسیاری اوقات که فیسشان رو بتم. باز لطف کردن شاکر جان که امو وقت مسئول از کورس بودن، باز امروز نو صحبت کردم، گفتم خیلی ما میایم یک صنف بگنر درس میتم، در مقابل شما مری اجازه بتین که ما در کلاس های ادوانس یک دو سه شما مستفید شم. و باز نو لطف کردن امی موافقه رو امرایم کردن. چیالی اصلا کسایی که در ذهن ما همیشه زنده و با یک بلکار. کار کوچکشان قهرمانی میکنن به زندگی ما. پلانتان برای زندگی چی هست؟ پلانتان برای آینده چی هست؟ شما را من حیث کی در آینده ما دعوت خواهد کرده؟ نام خدا توقع مادر جان شما دیدین که به وزارتم قناعت نداره. اما در این زمان بر من شخصا مؤثر بودن در جامعه بسیار زیاد مهم هستم. بعض انسانایی هستن که میتونن بالای خود قسم کار بکنن، قسم سرمایه گذاری بکنن که ضرورت به کدام منصب به خاطر شناخت خود نداشته باشن. همیشه آرمان من این بود که میفتم نرگس نهانم مردم خودش بشناسه به حیث یک فرد، به حیث یک فکره که میخوایم در جامعه شروع بکنم، نسبت به یک ارتباط به منصب بتن که وزیر بوده، رئیس بوده، مشاور بوده یا این کارا یا او کارا بوده. و او هنوز هم آرمانم است که بالایش کار میکنم. ما فضل خدا دستاوردهای بسیار زیاد داشتیم که در پولی ازی کار کردیم، درس خدا خواندیم و فامیل خدا ازمو نزدن رو تا بالا تانستیم که از لحاظ مالی کمک بکنم و برای یک تعداد زیاد قوم خیش خود، دوستای خود تانستیم که رسیدگی بکنم. در هر جایی که کار کردیم کوشش کردیم که یک فرد مؤثر باشم و یک سلسله اصلاحات و انکشافات مدعو داره روی دست بگیرم. و در آینده هم پلان ما می است که ما در این زمان که می خواهیم که باز هم یک سلسله کارهایی که در سکتور خصوصی به خیر آیستا آیستا روی دست می خواهیم بگیرم، چون یک سکتور جالب است و ما به می عقیده هستم که توانمندی اقتصادی زن ها بسیار زیاد مهم است. با مجرد که یک زن آید می داشته باشه، جایگاه از او در خانواده و در جامعه بسیار متفاوت می شه و برای اولین بار می تانه که هم صدا با یک مرد صحبت بکنم و گپش تاثیری که گپ یک مرد میداشه تاثیر از او هم داشته باشم. و میخوایم که یک سلسله برنامه های توانمندی اقتصادی زنارا که خودم هم در از اون در قسمت کار میکنم، میخوایم در سکتور خاصی روی دست بگیرم. اما در این زمان پروسه صلح بسیار زیاد مهم است که میرا شخصا با یک سلسله برنامه که شخصا خودم نی اما کارهایی که دیگران میکنم روشون همکاریایی رو شروع کردیم، میخوایم کارهای گروپی میخوایم کم کار باشم و به خیر آینده افغانستان هست، ما شما باز انتخابات داریم، کار داریم، برنامه ها داریم و ما هم برنامه های روی دست داریم که میخوایم که یک فرد مؤثر ان شاء الله در تمام مسائل ملی کشورم باشم. کوتا برام جواب بدین، قهرمان زندگیتان کیست؟ برای ما چند نفر بسیار جالب بوده. بر هر موضوع آدم یک الگو می داشته باشه، حداقل بر تمام مسائل نمیتونین که یک الگو داشته باشین. در وقتی که قسم برتون گفتم، ما همیشه وقتی که سخاوت مادرم می دیدم در خانه که با وجود بسیاری وقتا ما مشکلات اقتصادی می داشتیم، اما بازم به بسیار یک دل کلان به دیگران رسیدگی می کرد و کوشش می کرد که کمکش فراتر از فامیلش بر دیگران برسه. برام بسیار جالب بود. در قسمت کمک و خدمت برام مادرم الگو بود. در قسمت اصول پدرم برام الگو بود که دیدیم که در بدترین شرایطم در خانه هر قدر یک برنامه کلان می بود، پدرم متوجه بسیار مسائل خردریزمی بود که این کارو متوجه باشین، اون رو متوجه باشین، به خاطر که این امین نزاکت های خورد ریزه در زندگی بسیار زیاد مهم است. گاندی بسیار زیاد الگوی جالب بر ما بود، یک کسی که تمام زندگی خود صرف یک دیدگاه کرد که میخواست که مبارزه بکنه، اما مبارزش مبارزه مسالمت آمیز بود. به او خاطر بر ما بسیار زیاد جالب بود و معلوم دار یک کسی بود که امروز حتی تا به میال اگر هندستان به مو تمام کلانی و عظمت که داره به حیث یک مملکت نگاه کرده، صرف اون مکتب گاندی هستم. بر ما بسیار زیاد جالب بود و تعقیبشان میکردم. در یک مقطع زمانی که
ما ماجر بودیم در پاکستان، برای ما به حیث یک کس کار شروع کردم. صفیه جان صدیقی را برای اولین بار دیدم که یک خانمه که یک مسئله مسئولیت شده داره و در اون مسئله وقتی که من رفتم کار شروع کردم و می دیدم که نامخورا در پاکستان که ما ماجر بودیم اونا موتر درایو می کردن، برای ما بسیار جالب بود و همیشه می دیدم و می گفتم که بسیار جالب بود برام و برای ما گلگو بودن. وقتی که کابل آمدم برای اولین بار ما در یکی از جلسات ملاقاتم را رئیس جمهور کو وقت وزیر مالیه بودن سر خوردم و برای من بسیار جالب بود که اینا صحبت میکردن از انکشاف، از بازسازی، از برنامه های بزرگ ملی که ما میشه به سطح اینجا بسیار خرد کار میکردیم و زیادتر برنامه های اجتماعی داشتیم. اینا در قسمت انکشاف اقتصادی وقت گپ میزنن، در قسمت ساختارهای اداری گپ میزنن، در قسمت برنامه های بزرگ ملی گپ میزنن. برای من بسیار بزرگ و کلان و جالب بود و به من خاطر بود که همیشه وقتی که من میرفتم بسیار علاقمندی بهشان گوش میکردم و اون بود که یک وقت اونا خودشان متوجه شدن، گفتن که اگر علاقمند هستی خیلی در وزارت مالی همراه ما به حیث رئیس خزانه این کار شروع کن. و ما هم وقتی بود که اونا به حیث یک الگو و برای ما به حیث یک رول مدل که میتونن که بیاین و برنامه های بسیار بزرگ دربارش نه تنها صحبت بکنن، روی دست بیارن، پیاده بسازن و بالاخره یک تعداد زیاد کثیر جوانا را اینا انگیزه بدن، برام جالب بود و همراهشان به مخاطر همکار بودم و تا به میلم همراهشان همکار و هم فکر ماندم تا میالم همراهشان تا وزارت هم فکر ماندم. هنوز هم فکر میکنم برای افغانستان یک دید مشترک واحد داریم، اما شاید در قسمت وسیله رسیدن به او هدف یک کمک تفاوت آمده باشه. بسیار خوب، قرار است تا چند لحظه که ما رفت و برگشت می داشته باشیم یکی از اعضای خانواده خانم نهان در استودیو داشته باشیم که روی بسیار موارد دیگه صحبت میکنیم، پس همراهیتان رو میخواییم با ما باشه. تشکر از اینکه همراه ما بودین تا این دم عزیزا، و چون در آخرین لحظات برنامه هم قرار داریم بیشتر برتان یادآورم شدم که قرار است یکی از اعضای خانواده خانم نهان در استودیو داشته باشیم. همین لحظه تمیم جان نهان در استودیو دارم. بسیار خوش آمدید تمیم جان. تشکر. سلامت هستین ان شاء الله. خیلی باشین. تشکر. سلام خدمت شما حاضرین در تالار، کسانی که از طریق تلویزیون ما را تماشا میکنن، خدا کنه جور صحتمند باشین. بسیار زیاد تشکر. امشب خانم نهان در برنامه همراه ما مهمان بود، گپای بسیار جالب زد، دیدگاه خود را بیان کرد، درباره زندگیش بسیار چیزا را فهمیدیم. از جمله متاثرترین گپی را که من متوجه شدم این که درباره مریضیشان اعضای خانوادهشان چی رقم خبر شدن، گفتن با برادرها هم صمیمی هستن و هم برشان بر اولین بار گفتن که با هم چه مشکل سر خوردن. یادتان میاد چی روزی بود براتان تماس گرفتن و گفتن این موضوع را؟ بله، خوب صحیح به یادم است. شب بود، در پانتون بودم، از پانتون که برآمدم طرف خانه می آمدم، قرار بود به طرف اتاقم برم، دفعه نری جان صدا کرد. وقتی صدا کرد یک دک کرد دلم، گفتم خیر چی گپ است؟ چون یک ذره احترامشان زیاد داریم به او خاطر دیگه، بعد دلم گفتم چیزی نکردی برو بالا، برو چیزی گپ نیست. رفتم بالا، دیدم اوضاعشان دیگرگون هستند، حالتشان خوب به نظر نمی رسید. گفت تمیم خبر داری؟ گفت نه. گفت مرا سرطان گرفته. دفتن گفت مسائل کردم. گفتم دیگه همه چیز فراموشم شد، حیران مانده بودم چی بگویم. بسیار مشکل بود برام خود کنترل کردن و ایده درک داشتم، مگه اینا پیش خود فکر میکردم، اینا گپ میزدن، ما بر حالت خود بودم که اگر ما پیشوی از اینا اکنم عکس العمل نشان بودم، طبعاً برای روحی از اینا تاثیر میکنه. دیگه بسیار به مشکل خود کنترل کردم و هیچ چیز نگفتم، فقط از اتاق برآمدم، رفتم به اتاق خود. دیگه تا که رفتن پس آمدن، اینا همیشه در هر عرصه زندگی ما را به حد کمک کردن، بیشتر از پدر و مادر ما را کمک کردن، در هر عرصه دست ما را گرفتن، راهنمایی کردن. دیگه یگانه چیزی که مرا همیشه جگرخون میسازی است که در وقتی که اینا به ما ضرورت داشت، ما در کنار از اینا نتانستیم بوده باشیم و در عین زمان کوشش میکردیم خانه را کنترل کنیم، پدر و مادر، فامیل همگی را کنترل کنیم که اینا نفهمند جگر خون نشن، چون پدر ما مریض است، مادر ما مریض است. دیگه یک سال و یک و نیم سال بود که گذشت. دیگه هر چی است، هر ابتدا یک انتها داره. گذشت، شکر که بخیر گذشت، خوش هستیم. در بسته خانواده فقط دو نفر مرد خانواده خبر بود از این موضوع و یک مریضی هم بسیار خطرناک. خب گفتم که اینا همیشه در عرصه ما را کمک کردن و
اولین استیج زندگی بود، اولین یک سناریویی بود که هیچ براتون بیان کردن نمیتونم. همیشه در این دعا بودیم که کاش بتونیم بریم همراهشون باشیم، شانه به شانه، دوش به دوش، تبریک اینا مبارزه میکنم، ما هم حداقل همراهیشون کنیم، یک ذره دلداری بتیمش. نمیتونستیم چیزی کرده، ولی اینا هم که کوشش کردن امکاناتش مهیا نشد. دیگه ما نبود، فقط هم طریق تلفن و مسیج بود، با یکی دیگر ارتباط داشتیم، روم گپ زده نمیتونستیم، فقط پیام میکردیم سلام خوب هستین، جواب میداد خوب هستم، بس دیگه چیزی نیست. مثل شما خواهرتان همچنان همچون حسی که شما داشتین داره، پیامی داره به خانم نهان و از امون حس خود میخوای برای ما و شما بگویه. با بیننده یک جا میبینیم خوبه؟ وقتی که خبر شنیم که نرگس جان دچار مریضی سرطان شده، بی اندازه مایوس و جگرخون شدیم، عطا از زندگی ناامید شدیم، تمام فامیل ما دست به دعا بودیم، همیشه دعا میکنیم که خداوند نرگس جان دوباره صحتیاب کنه. و از اینکه نرگس جان بسیار دختر غریب پرور بود، همیشه با همه دوستا با همگی همدردی میکرد، خداوند به دعای همه دوستا شکر فضل خدا نرگس جان دوباره صحتیاب کرد. و امیدی که به دربار خداوند داشتیم، خداوند ناامید ما نساخت، ما خدا را شکر گزار هستیم. شما چقدر دوست دارن خانم نهان؟ او قدر زیاد دوست هم ندارن، بخاطر کلیخ برنامه تلویزیونی است. یکان جنجال هایی در بین خوار برادران هایی میباشه، او رو خود نمیتونه اینجا بگویه. نیم ازاق کردم، اما خوارا برادرها پدر مادر همگی لطف کردن، دوست دارن بسیار زیاد. و مخصوصا در دوران مریضیم تنها خانوادیم نبود که اول ما میگرفتن. ما بسیار خوشبخت هستم به خاطر که از افغانستان وره یک جای حداقل در هر ماه یک بار یکی از دوستایم به دیدن ما به جرمنی میمدن. با وجود مصروفیت هایی که همگیشان داشتن، اما همگیشان رسیدگی کردن، وقت گذاشتن و میامدن 3 روز 4 روز یک هفته، در روز امرای می بودن، چکر می بردنم، تا بالا می رفتیم و من رویا می دادن پس طرف کابل میامدن. اقدر اینا همگیشان لطف کردن، اقدر رسیدگی کردن، اقدر دعا کردن که اگر من عمر دوباره دارم صرف به خاطر این دعایی که بر ما فامیل و قوم خیش و دوستایم همه گی بسیار خوب. امی فضا را یک دفعی ببریم یک طرف دیگه، از این موضوع ناراحت کننده بگذاریم. چند دفعه سرطان قار شده و چی جزا داده شما را؟ خب قار طبعا شدن دیگه، میشه کوشش کردن که امروی صحبت های شما نی راست تانا بگویم، به خاطر برنامه تلویزیونی نی راست تانا بگویم. من شخصا خودم هیچ وقت خچرا میترسین قدر. خب گفتم احترام، خب گپ احترام گپ جداست دیگه. ولی ولی قار میشن دیگه چیز نیست، ولی توسط گپ های تند اند خود میفهمن. شما به عنوان یک برادر وقتی در پهلوی خانم نهان قرار میگیرین، از این بر ما بگوین که چقدر براتان سخت است و چقدر زندگی آسان شده براتان، چون یک خانمی هست که پیشترم یادآور شد که بازو داده با اعضای خانواده و تانسته که از لحاظ مالی هم کمک بکنه خانواده را. اینا را ما قبلا هم براتان گفتم، همیشه دست ما را گرفتن و همیشه میگیرن. اینا که نباشن امروز شاید ما نمی استیج نمی رسیدیم، نمی جا نمی تانستیم بودن. اگه طبعا افتخار میکنم برایشون، تو یک همشیره دارم، تو یک خواهر دارم که در پوزیشن های بلند دولت دولتی کار اجرا میکنن، هم اگه میشناسیشون دیگه، همی که رئیس جمهور یک کشور نام فامیلی ما را میفهمه و ما را میشناسن، از اینکه افتخار بالاتر چیش بوده میتونه. خیلی ممنون از شما همچنان. از شما هم تشکر خانم نهان. سلامت باشین. انشالله که برنامه های دیگه هم شما را می داشته باشیم و بیشتر خود صحبت کردیم. اما روی موارد دیگه. انشالله. از شما بیننده عزیز هم یک جهان تشکر. تا هفته بعد که بازم با یک مهمان ویژه در خدمت شما دوستان می باشم. شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. سر بلند باشین و با افتخار همیشه. خدا حافظ.